با سلام و درود خدمت شما بینندگان و زبان آموزان عزیز، بسیار خوش آمدید به جلسه چهارم آموزش انگلیسی با زبان اقتصاد. در این برنامه Language Analysis، تحلیل زبان، ما بررسی خواهیم کرد ساختارهای ویژه زبان انگلیسی رو، مخصوصاً اون واژه‌هایی که مربوط میشه به حوزه اقتصاد، تحلیل اخبار و صد البته زبان تریدرها. به هر حال به عنوان یک تریدر مهمترین چیز برای ما اینه که بتونیم بازار اقتصادی رو یک برج مراقبت و یک واچ تاوری روش داشته باشیم و کاملا روش اشراف داشته باشیم، اخبار فاندمنتال رو دنبال بکنیم و چیزی مهمتر از زبان انگلیسی در این زمینه نیست. اما بریم سراغ درس چهار، کامرس. اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که کامرس واقعا به چه معناست. ما وقتی میگیم کامرس، به هر حال از ابتدای تمدن بشری انسان به نوعی درگیر کامرس و ترید بوده و شاید برای شما جالب باشه که تفاوت واژه ترید و واژه کامرس چی میتونه باشه و اصلا کلن واژه ترید به چه معناست. خیلی از شما واژه ترید رو خب در بازارهای مالی به عنوان واژه‌ای که به معنای تبادل هست میشناسید و تریدر رو کسی میدونید که تبادل میکنه، ولی خالی از لطف نیست که ما یک نگاهی بکنیم به سابقه این واژه و مفهوم ذاتی این واژه در زبان انگلیسی. ببینید، وقتی یک فردی داره زندگی خودش رو میکنه، به هر حال مزرعه‌ای داره، کالایی داره، فکر کنید برمیگردیم به سالها پیش، به قرنها پیش، ابتدای تمدن بشری. حالا این فرد میخواد محصولات خودش رو با همسایه خودش، با هم مزرعه‌ای خودش، با همشهری خودش تبادل بکنه. اینجا اتفاقی که میفته، مفهومی به وجود میاد که در زبان انگلیسی بهش میگیم trading commodities. یعنی مفهومی که اینجا به وجود میاد مفهوم trading هست، اونم از نوع commodities. commodities اینجا واژه بسیار مهمی هستش. commodities، commodities یعنی شما در واقع کالایی دارید که حالا اون کالا رو میتونید به عرضه بذارید و در تبادل اون عرضه در واقع اون تجارت خودتون و کسب و کار خودتون رو رشد بدید. برای همین وقتی شما مثلا واژه‌ای مثل بیزنس رو در زبان انگلیسی تحلیل می‌کنید، بیزنس بیشتر به مفهوم بیزی هست، یعنی کاری که شما رو مشغول کرده. پس در واقع کسب و کار به اون مفهومش که ما ترجمه کردیم بیزنس رو اشتباه است. بیزنس اون عملکرد رو میگند. خود مفهوم کسب و کار بهتر بود که واژه تریدینگ یا کامرس رو به کار می‌بردیم. چرا؟ چون شما هر کاری بکنید بعد اون کالای خودتون رو به عرضه بذارید و حالا این کالای شما که میشه کامارتیز، وقتی به عرضه قرار میگیره، یعنی تریدش میکنید با یک فرد دیگه، این عملکرد رو ما بهش میگیم کامرس. پس یه دور با هم مرور بکنیم. من بیزی هستم، درگیر کاری هستم و پس بیزنسی دارم. در این بیزنس چیزی رو تولید میکنم، به اون ما میگیم کامارتیز. چون اون چیزی که من تولید میکنم الزاماً پرادکت یا محصول نیست. اون چیزی که من تولید میکنم میتونه سرویس باشه، میتونه خدمات باشه. دقت کردید؟ حتی اون کرنسی یا ارزی هم که شما در کشورتون دارید، اون در واقع راه ارتباطی است که این پرادکت و سرویس بتونه تبادل بشه. پس اون تبادل به معنای ترید هست یا تریدینگ. بر همین وقتی شما در بازارهای مالی ارزی رو تهیه می‌کنید، ارزی رو می‌فروشید، سهامی رو می‌خرید، سهامی رو می‌فروشید، در واقع دارید ترید می‌کنید کامادیتیز هایی که وجود داره. اما چرا اینها حائز اهمیته؟ به خاطر اینکه تمام اینها تحت شعاع کامرس شما قرار می‌گیره. کامرس اون در واقع تبادلی هست که باعث اکانومی و اقتصاد کشورتون میشه. پس در واقع این کامرس هستش که منجر به یک اکانومی پویا میشه، یک اقتصاد پویا میشه. پس حالا وقتی این واژه رو نگاه میکنیم، اکانومی به معنای اقتصاد، که اشتباه نکنید تلفظش روی در واقع سیلاب دوم هست، یعنی شما میگید اکانومی، در حالی که وقتی میخواید در مورد درس اقتصاد صحبت کنید میگید اکنامیکس، تلفظش فرق میکنه. پس خوب دقت کنید، ما یک اکانومی داریم و یک
اکونومیکس که اینا با هم متفاوت هستن. وقتی شما میگید اکانومی میشه اقتصاد کشورتون، وقتی میگید اکونومیکس میشه درس اقتصاد که توی دانشگاه میخونید. برای همین وقتی شما در مورد یک لایو اکانومی، یک اقتصاد پویا صحبت میکنید، وقتی در مورد یک پروفیتبل اکانومی، یک لایولی اکانومی، یک انگیجینگ اکانومی، وقتی در مورد یک اقتصاد فعال صحبت میکنید، باید ببینید این اقتصاد فعال برعکس اون چیزی که ماها فکر میکنیم تاپ داون هستش، یعنی از بالا تحمیل میشه به پایین، به نوعی واقعیتش اینه که باتم آپ هست، از پایین تحمیل میشه به بالا. اکثرا ما این تصور اشتباه رو در مورد مسائل مدنی، مسائل اقتصادی، مسائل مختلف داریم که همیشه فکر میکنیم از بالا باید دیکته بشه و بیاد پایین، و خیلی از نظری پردازان برای این باورن که نه، اینطور نیست. اگر شما یک اکانومی پویایی میخواید، اگر یک اقتصاد پویایی میخواید، باید یک کامرس پویایی داشته باشید، و برای یک کامرس پویا باید یک تریدینگ پویا داشته باشید، و برای یک تریدینگ پویا باید کامادیتیز های زیادی داشته باشید، و برای کامادیتیز های زیادی ما نیاز به بیزنس های مختلفی داریم، چیزی که الان در دنیا معروفه به SMEs، که مطمئنم توی تحلیل اخبار این واژه رو زیاد میبینید، SME ها. وقتی ما در مورد SME ها صحبت میکنیم، منظور ما small, medium, size businesses هست، چیزی که ما بهش میگیم تجارت ها یا کسب و کارهای خورده و متوسط. یعنی در واقع منظور ما corporation ها نیستن، یعنی اون شرکت های غول نیستن. ما در بحث‌های اقتصادی یا کورپوریشنز ها رو داریم، یعنی در واقع شرکت‌های غول مثل سونی، مثل فیسبوک، حالا متا، مثل آمازون، مثل ایبی، اینها شرکت‌های غول هستن، یا همون کورپرات، کورپرات فاندینگ، کورپرات گورنمنت، کورپرات اورگانایزیشنز. پس وقتی ما میگیم کورپرات، منظورمون این شرکت‌های غول‌آسا هستش، کورپرات. اما وقتی در مورد SME ها صحبت میکنیم، منظور ما SME ها یعنی برعکس این شرکت های غول، یعنی شرکت های کوچک و متوسط. در هر کشوری، حالا چه امریکا باشه که یک اقتصاد کاملا کاپیتالیستی داره، چه کشوری مثل کانادا باشه که اقتصادش نیمه کاپیتالیست هست و به نوعی سوشالیسم هم در اون نقش داره، تا یک کشوری مثل آلمان، سوئد، فنلاند، انگلستان، کشورهای دیگه اروپایی که خب اقتصادهای بیشتر سوسیالی دارند، تمام این کشورها وقتی اقتصاد پویاشون رو شما نگاه میکنید، میبینید که SME های زیادی در این کشورها فعالند. یعنی بنده و امثال بنده که تجارتهای خودمون رو داریم، ما خورده تجارتهایی داریم که در کنار هم یک تجارت بسیار پویایی رو در اون کشور به وجود میاره. چرا؟ چون این SME ها باعث میشن که شما بیزنس های زیادی داشته باشید، این بیزنس ها کامادتی و یا محصول های زیادی رو تولید میکنند، و این کامادتی ها باعث میشن که چون بازار پر از محصول های مختلفه، تریدینگ صورت بگیره، یعنی تبادل صورت بگیره، و این تبادل کالا و تریدینگ باعث یک کامرس پویا میشه، باعث یک اقتصاد، یک تجارت پویا میشه، و اون باعث میشه که اقتصاد کشور شما یا اکانومی کشور شما موفق بشه. دقت کردید من چی کار کردم؟ به جای اینکه ما بیایم این واژه ها رو به فارسی ترجمه بکنیم و خودمون رو در دام های کوچیکی بندازیم که باعث بشه بعداً در خوندن مقالات به مشکل بر بخوریم، اومدیم تمام این واژه ها رو ما دیکود کردیم. یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی، حالا میخواد در زمینه اقتصاد باشه یا در هر زمینه، اینه که شما مفاهیم خام رو اول دیکود کنید. یعنی بیاید و این واژه هایی مثل اکانومی، کامرس، تریدینگ، کامادیتیز، بیزنس، SME و کورپرات رو اول بیاید دیکودشون کنید و در کنار همدیگه قرارشون بدید و یک رشته مشترک به اینها بدید، یا در واقع ریکودشون کنید. بعد اون ریکودینگ رو شما میایید در مرحله سوم اینکود میکنید تو مغزتون، یعنی به خودتون یک روایت، یک داستانی رو میگید، و اونم اینه که برای داشتن یک اقتصاد موفق
نیاز هست که ما از کورپرات ها دوری کنیم، به دنبال SME ها یا small medium size business ها باشیم. این بیزنس ها باعث میشه ما کامادتیز زیادی تولید کنیم و این کامادتیز زیاد باعث میشه تریدینگ ما پویا بشه و این تریدینگ پویا باعث میشه که ما کامرس اکتیوی داشته باشیم و اون کامرس اکتیو در انتها برای کشور ما یک اکانومی پویا به وجود میاره. این باعث میشه که این واژه ها دیگه در قسمت انگلیسی ذهن شما یک فضای خوبی رو برای خودشون به وجود بیارن. موقعی که شما مقالات رو میخونید، موقعی که شما میخواید بازار رو تحلیل بکنید، موقعی که میخواید انگلیسی بخونید، دیگه این واژه‌ها جایگاه خوبی رو برای خودشون دارن و میتونن خیلی کمک بکنن به فرایند یادگیری زبان انگلیسیتون. اما بریم سراغ این که What are the five P's of commerce؟ به هر حال برای همه سوال اینجاست که حالا من یک SME پویا دارم، حالا من یک بیزنس پویا دارم، برای اینکه بخوام یک کسب و کار پویایی رو حفظ بکنم نیاز به چه المانهایی دارم؟ بیایم روی تصویر و المانهای یک کامرس موفق رو با هم تحلیل بکنیم. همونطور که دارید میبینید روی تصویر، ما برای داشتن یک کامرس پویا نیاز به تریدینگ پویا داریم. برای اینکه تریدینگمون پویا باشه باید در واقع اون کامادیتی که تولید میکنیم و اون تریدینگی که انجام میدیم و اون مانیفکتورینگ و سرویس پرووایدینگ و بیزنسی که داریم بسیار پویا باشه. اما سوال اینجاست که چه چیزی باعث میشه یک کسب و کار رشد بکنه؟ چه چیزی باعث میشه منی که دارم محصولی تولید میکنم یا خدماتی میدم میتونم موفق باشم تو کارم؟ یکی از این بحث هایی که مطرح میشه The Five P's of Commerce هست. 5 P's commerce معروف به product محصول، pricing قیمت گذاری، promoting تبلیغات و ترویج، placement جایگاه سازی، and people مردم. خیلی ممکنه واسه تون جالب باشه که این 5 P یعنی 5 بعد کسب و کار من، 5 بعد تجارت من. دقیقا به همین شکل هستش. خوب دقت کنید، اولین چیزی که ما باید در یک کسب و کار بهش دقت کنیم اینه که ما یا پرادکت داریم تولید میکنیم، پس میشیم پرادکت مانیفکتورر. خوب دقت کنید، پرادکت مانیفکتورر، به تلفظش دقت کنید، پرادکت مانیفکتورر، پرادکت مانیفکتورر. پس یا من تولید کننده یه محصول هستم که میشه پرادکت مانیفکتورر، پرادکت میشه محصول. خوب دقت کنید دوستان، ما چیزی به نام پروداکت نداریم، علی‌رغم اینکه این او هست ولی در زبان انگلیسی آ خونده میشه، برای همین نگید پروداکت. خب این اشتباه است، تلفظ صحیح این واژه آ هستش، پروداکت، پروداکت، و قسمت دومش هم دکت، پروداکت. و جالب هم هست بدونید از واژه داکت ما در انگلیسی خیلی لغت داریم، از اینداکشن گرفته، از ریداکشن که میشه کاهش گرفته، از پروداکشن که میشه تولید گرفته، تا دیداکشن که میشه تفریق، تا اکواداکت که اون آبراهایی بود که امپراتوری روم درست کرد، و واژه های بسیار زیاد. کلا داکت در زبان انگلیسی از همون در واقع داک میاد، که در واقع اون جاییه که کشتی میاد و لنگر میگیره، و وقتی ما میگیم داکت یعنی جریان، راه، جریان آبی، راهی. برای همین وقتی شما میگید پروداکت یعنی چیزی که از توی جریان تولید شده یا همون محصول، برای همین پرادکت به معنای محصول هستش. اما بریم سراغ واژه بعدی، مانیفکتورر. مانیفکتور یعنی تولید کردن. خوب دقت کنید از دو قسمت تشکیل شده، منو، مانوال که میشه دستی به زبان فرانسه، دست من هستش، منو، مانوال یعنی دستی، پس منو یعنی دستی، هر جا واژه‌ای با منو بود بدونید یعنی دستی، و فکتوری که میشه در واقع کارخانه. پس مانیفکتور یعنی انگار تولید دستی شده یا همون تولید شده. پس تولید به انگلیسی دو تا مفهومه، یکی پروداکشن، یکی مانیفکتورینگ. وقتی میخواید بگید چیزی ساخته شده میگید مانیفکتورد. For example, Peugeot cars are manufactured in France. یعنی ماشین های پژو در فرانسه تولید میشه. دقت کردید؟ Or for example, Rolls-Royce is manufactured in England. Or for example, GM, General Motors, is manufactured in the US or in the States.
So whenever you talk about or Mercedes Benz is manufactured in Germany. یعنی ماشین مرسدس بنز تولید آلمان هستش. اما این چیه؟ این یک پرادکته. پس شما وقتی میگید محصول خوب دقت کنید که منظورتون پرادکت هست، اون محصول تمام شده، یا manufacturing یعنی تولید یک محصول، فرایند تولید یک محصول. این دو تا واژه با هم متفاوت هستند. اما بریم به قسمت بعدی. قسمت بعدی اینه که شما تجارت خودتون یا میتونه product manufacturer باشه، یعنی یک محصولی رو تولید میکنید، و یا شما میتونید service provider باشید. service provider یعنی تأمین کننده خدمات. پس service میشه خدمات، provide میشه تأمین کردن، پس service provider میشه تأمین کننده خدمات. پس شما هر کسب و کاری که دارید، اگر مثلا کافینت دارید سرویس پرووایدرید، بیمارستان دارید سرویس پرووایدرید، مدرسه دارید سرویس پرووایدرید، اما اگر لوازم خونه تولید میکنید پرادکت مانیفکتورر هستید، نمیدونم ماشین تولید میکنید پرادکت مانیفکتورر هستید، کرم تولید میکنید پرادکت مانیفکتورر هستید. پس شما یا پرادکت مانیفکتورر در واقع تقسیم میشید، ساب کاتگورایز میشید، و یا سرویس پرووایدر. اما از اون مهمتر چیه؟ اینی که من این پرادکت خودم رو، اپیرنسش رو، کوالیتیش رو، پکیجینگش رو، وارنتیش رو، دیزاینش رو و ولیو برندینگش رو روش کار کنم. بعضی از این واژه‌ها رو شما معنیش رو ممکنه بدونید، بعضی‌ها رو ممکنه ندونید، بعضی ها رو ممکنه کامل معنیش رو ندونید. من براتون دونه دونه توضیح میدم. اول از همه اینه که من یه محصولی رو دارم تولید میکنم. اینجا دیگه منظور من فقط محصول نیست، حالا خدمات یا هر چی، اون چیزی که دارم تولیدش میکنم. اولین چیزی که باید بهش فکر کنم appearance هست. در زبان انگلیسی appearance یعنی ظاهر، از فعل appear اومده. وقتی یه چیزی نمایان میشه ما میگیم appear، وقتی یه چیزی محو میشه ما میگیم disappear. پس اگه dis بهش اضافه کنم میشه disappear یعنی محو شدن، و اگر بگم appear یعنی نمایان شدن. بر همین appearance میشه ظاهر. اولین چیزی که من باید بهش دقت کنم این که محصول من وقتی دست مشتری میرسه چه نمایی داره. این مهمترین چیز در یک کسب و کاره. یعنی شما به این دقت بکنید که این محصول خوب و با کیفیتی که دارید تولید میکنید وقتی دست مشتری میرسه چه حسی رو از آنباکسینگش اون تجربه میکنه، که میتونه خیلی مهم باشه. خیلی از ماها در کسب و کارمون به اپیرنس دقت نمیکنیم. محصول با کیفیت رو در یک نمای بسیار بیکیفیتی ارائه میکنیم. پس appearance رو افزایش دادن میتونه خیلی کمک میکنه. اما مورد بعدی quality هستش. دو تا لغت در انگلیسی هست که ما این دوتا رو با هم باید یاد بگیریم، یکی quantity و دیگری quality. پس ما شد یه دونه quantity یعنی کمیت، یه دونه هم داریم quality یعنی کیفیت. پس ما دوتا لغت داریم، quantity رو تصویر دارید میبینید یعنی کمیت، و quality که میشه کیفیت. این دو تا لغت خیلی مهمن از اون جهت که شما وقتی محصولی رو تولید میکنید دو تا دغدغه دارید، quantity، quality. این محصولی که دارید تولید میکنید با چه کمیتی میخواد در بازار عرضه بشه، و بعد quality با چه کیفیتی میخواد در بازار عرضه بشه. برای همین خیلی مهمه که you try to keep your standards high and make sure that your product is as qualified as possible. یعنی دقت کنید که اون محصولی که دارید تولید میکنید کیفیت بسیار بالایی داشته باشه. اما بعد از اون میریم سراغ واژه بعد یا packaging. طبعا وقتی ما میگیم packaging منظور ما اون بسته‌بندیش هستش. فقط یه چیز رو بچه‌ها خیلی دقت کنید. عزیزانی که انگلستان هستن و عزیزانی که در امریکا زندگی میکنند، اینها واژه‌های مختلفی به کار میبرند. خیلی از ماها وقتی داریم زبان انگلیسی رو میخونیم و وقتی داریم به هر حال مقالات رو میخونیم، تحلیل میکنیم بازار رو، اخبار فاندمنتال رو میخونیم، فراموش میکنیم که این تکست برای بلومبرگ، برای رویترز، برای اسوسییتد پرس، برای سی ان ان، برای بی بی سی. خب بی بی سی بریتیش، سی ان ان امریکن. برای همین واژهای امریکن و بریتیش رو باید بهش خیلی دقت کنیم. ببینید در زبان بریتیش به بسته‌بندی میگن پارسل، که با اون تلفظ خودشون میشه پارسل، اون ر رو امیت میکنن، در حالی که آمریکایی‌ها به بسته‌بندی میگن پکیج.
درسته؟ پس وقتی ما اینجا میگیم پکیجینگ، منظورمون بسته‌بندی هستش، ولی اشتباه نکنید. پکیج به معنای بسته هستش در امریکن. اگه شما برید اداره پست بگید من می‌خوام این بسته رو ارسال بکنم، کارگو بکنم به قول معروف، اونجا باید بگید پارسل در بریتیش. I would like to send a parcel. در حالی که در امریکن میگه I would like to send a package. پس پکیجینگ و در واقع پارسل. اما بعد میریم سر واژه وارنتی و گارانتی. مطمئنم اکثر شما واژه گارانتی و وارنتی رو شنیدید، ولی هیچ وقت براتون سوال شاید هم به وجود اومده باشه که تفاوت اینها چیه. گارانتی is related to the product itself while warranty is related to the services provided for that product. یه موقعی هست شما محصول رو میفروشید و میگید 30 day money back guarantee، یعنی در 30 روز اگر از این محصول به هر دلیلی راضی نبودید ما پس میگیریم. این میشه گارانتی. در حالی که وارنتی موقعیه که شما این محصول رو میخرید و تا 5 سال خدمات پس از فروشش برای شما رایگان هست. به این ما میگیم وارنتی. پس برای همین وقتی میخواید محصولی رو تهیه بکنید همیشه به گارانتی و وارنتی اون دقت بکنید. بعد میریم دیزاین که میشه طرحش، و بعد میریم ولیو برندینگ یا همون در واقع ارزش گذاری روی اون برند شما. یادتون نره وقتی شما میرید یک کیف مثلا لوی ویتون تهیه میکنید، اون ولیو برندینگ بسیار بالایی داره. طبعا اگر به پرادکتش نگاه بکنید، به متریالش نگاه بکنید، ممکنه خیلی در واقع اونقدر قیمتش نباشه، اون در واقع قیمت آخرش که در اومده واسه کارخونه شاید خیلی پایین باشه، ولی چون ولیو برندینگ این آیتم بسیار بالاست به خاطر تبلیغات، به خاطر اینکه خوب برندینگ کرده، در واقع محصولش رو با یه قیمت خیلی متفاوتی در بازار عرضه میکنه. برای شما خیلی مهمه که برای پرادکت خودتون یک ولیو برندینگ یا ارزش گذاری برندینگ انجام بدید، یعنی در واقع اون اسم برند شما بتونه یک ارزش حائز اهمیتی رو داشته باشه. اما این ما رو پل میزنه به مرحله بعدی که پرایسینگ هستش. خوب دقت کنید دوستان، وقتی داریم ما زبان اقتصاد میخونیم، زبان ترید میخونیم، باید تفاوت واژه پرایس و کاست رو بدونیم. این دوتا با هم بسیار متفاوت هستن. خوب دقت کنید دوستان به این قسمت درس. ما وقتی میگیم پرایس، پرایس is for a product while cost or fee is for a service. And then you can have the total cost or expenses. خوب به این چند تا واژه دقت کنید. ما یه موقعی هست که میخوایم بگیم هزینه ها. مثلا هزینه ها در تهران مثلا بالا رفته، هزینه های زندگی. مثلا هزینه های زندگی در دبی چقدره؟ هزینه های زندگی در لندن چقدره؟ این میشه expenses. پس هزینه ها expenses. خوب دقت کنید. از همون در واقع spending که ما هزینه می کنیم یه واژه‌ای به وجود میاد به عنوان expenses یا expenditure که میشه هزینه ها. اینو بذارید کنار. هزینه کلی میشه total cost. دقت کنید. پس cost لغتیه که هم میتونه اسم باشه هم میتونه فعل باشه. مثلا من میگم this cup alright it costs for example $10، یعنی $10 تموم شد. درسته؟ هزینش. اینجا فعل دارم به کار میبرم. ولی اگه شما قیمت این رو بخواید بپرسید میگید what is the price of this product، یعنی قیمت این چقدره. پس قیمت برای یک product price، اما قیمت یا هزینه برای یک خدمات service هستش. This is the difference between product and fee. You can repeat that with yourself. You say product has a price, service has a fee. Then you'll never forget. همیشه تکرار میکنید که من یه product price داره، یک fee، یک service. از اینجا میتونید بفهمید که درست فهمیدید. House price درسته یا house fee؟ 100% house price. پس قیمت خونه بالا رفته، مثلا بازار مسکن رو دارید تحلیل میکنید، میشه house price. اما rent، اجاره خونه، rent fee or rent price؟ 100% rent fee. در واقع هزینه‌ای که شما واسه اجاره خونه میدید اون دیگه پرایس نیست، اون دیگه میشه فی. حالا چیزی که در پرایسینگ خیلی مهمه، یکی سلینگ پرایس هست، یکی دیسکاونت هست،
یکی پیمنت ارنجمنت هست و دیگری مارکت پنتریشن هست. خوب دقت کنید. ببینید ما وقتی در زبان انگلیسی میخوایم در مورد قیمت گذاری صحبت کنیم، باید به چند تا نکته بسیار مهم دقت کنید. یادتون نره اون چیزی که باعث میشه شما تسلط پیدا بکنید به زبان انگلیسی و به خوندن متن‌ها و تحلیل اخبار فاندمنتال، اینه که لغت‌های کلیدی رو، اصطلاحات کلیدی رو یاد بگیرید. هیچ واژه‌ای من میتونم بگم به اندازه این مارکت پنتریشن واژه مهمی نیست. خوب دقت کنید. چیزی که ما تو فارسی بهش میگیم نفوذ در بازار، برش بازار. من اصلا دوست ندارم لغت‌های انگلیسی رو با یه لغت فارسی معنی کنم، چون واقعا اینطور نیست. چون این پنتریشن فراتر از نفوذ و برشه، یه چیزی بسیار گسترده، بسیار لغت مفهوم بسیار عمیقی است. وقتی ما میگیم مارکت پنتریشن، که من این صدا لیزری رو در آوردم چون می‌خواستم اون تصویرش تو ذهنتون بمونه، مارکت پنتریشن یعنی نفوذ و برش شما در بازار. شما این محصولی رو تولید میکنید، وارد بازار میکنید، هیچ استقبال و هیچ اقبالی ازش نمیشه. چرا؟ چون شما مارکت پنتریشن ندارید، یعنی برش بازار ندارید. نمیتونید اون محصول رو به نوعی وارد بازار بکنید که به قول معروف بازار رو درو بکنه. این مستلزم ادورتایزینگ، این مستلزم کالچر هست، ولیو برندینگ هست و خیلی چیزهای دیگه که حالا هم امروز هم در جلساتی در موردش بیشتر صحبت میکنیم. پس در واقع وقتی ما میخواییم بگیم برش بازار، این محصول تو بازار برش داره، شما وقتی میرید نمایندگی لویی ویتون توی دبی، صف جلوش بسته شده و تازه باز هم وقتی شما میخواید محصول رو بخرید به راحتی به شما میگن نیم ساعت دیگه بیاید، یه ساعت دیگه بیاید و باز هم محصولاتشون در یک کلکشن مثلا سپرینگ، کلکسیون بهارشون یا وینترز کلکشن، کلکسیون زمستانشون میبینید توی هفته اول همه فروش میره. چرا؟ چون این برند بسیار خوب مارکت پنتریشن کرده، نفوذ بازار، نبض بازار دستشه و میدونه محصولش رو کی و به چه شکل ارائه بکنه. برای همین وقتی ما در مورد مارکت پنتریشن صحبت میکنیم، منظور ما برش بازار هست، که سعی بکنید که وقتی واژه و اصطلاحات رو یاد میگیرید اونها رو با روش‌های مختلف در ذهنتون کد بکنید. این باعث میشه که اون واژه و اون مفهوم تا ابد و ده تو ذهنتون بمونه و هیچ وقت از ذهنتون خارج نشه و موقعی که بهش نیاز دارید به دادتون برسه. اما در کنار مارکت پنتریشن، پیمنت ارنجمنت هست. اکثر ما ایرانی‌ها خوب ارنج و خوب بلدیم به خاطر مسائل ورزشی و فوتبال و میدونیم ارنجمنت یعنی تنظیم دیگه، به قول من تنظیم در واقع مثلا یک تیم فوتبال. اما اینجا پیمنت ارنجمنت به معنای اینه که شما از مشتری خودتون چجوری میخواید پرداخت بگیرید. خیلی موقع‌ها شما محصولتون رو به نوعی ارائه میکنید که مشتری میتونه در قسط‌های مختلف، در برهه‌های مختلف، در لول‌های مختلف پرداخت رو انجام بده و همین باعث موفقیت تجارت شما میشه. اگر یه محصول رو یک دفعه ارائه میکردید شاید اونقدر استقبال ازش نمیشد، شاید اونقدر اقبال پیدا نمیکرد، مگر اینکه شما بیاید و اون رو لول بندی کنید یا ارنج بکنید، که با اون میگیم ما پیمنت ارنجمنت. تخفیف در زبان انگلیسی میشه دیسکاونت. و خوب دقت بکنید، به هر حال واژه‌ای که اکثر افراد هم میدونند، هم بسیار این واژه رو دوست دارن. سیزنال دیسکاونت، اون وقت چه معنی داره؟ بسیار عالی، به معنای تخفیف فصلی هستش. حالا اگه ما بیایم بگیم student discount، عزیزانی که خارج از کشور هستن خوب با این واژه آشنایی دارن. اکثر کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی محصولات خودشون، خدمات خودشون رو برای دانشجویان، دانش آموزان یه تخفیف چشمگیری میذارن. به اون میگن student discount. برای همین تخفیف میتونه انواع مختلف داشته باشه. یادتون نره مفهوم تخفیف میشه دیسکاونت. خیلی از بچه ها این اشتباه رو میکنن که میگن سیل پروموشن میشه تخفیف. نه، سیل پروموشن نمیشه تخفیف، چون اصلا موشن میشه حرکت، پروموشن میشه حرکت زیاد یا ارتقا، برای همین جاب پروموشن میشه ارتقای شغلی، سیل پروموشن میشه ارتقای فروش. اون فروشنده برای اینکه فروشش بالا بره پروموشن میذاره.
حالا ما ایرانی‌ها به اشتباه میگیم آ اونجا پروموشن گذاشته، تخفیف گذاشته. پروموشن نمیشه تخفیف، تخفیف میشه دیسکاونت. اینجا پروموشن یعنی اون مرکز خرید برای اینکه فروش خودش رو بالا ببره سیل پروموشن گذاشته، که جالبم هست بدونید اکثر تخفیف هم همینه، بیشتر یک ترفندی است برای فروشنده که بتونه فروشش رو بالا ببره. و این یک عیب ذهن ماست که وقتی واژه تخفیف رو میبینیم 70% تخفیف، 50% تخفیف، فکر میکنیم که ما یک فرصت طلایی برامون به وجود اومده، در حالی که اینطور نیست. شما همیشه وقتی میخواید یه محصول رو تهیه بکنید، به نظر من به کیفیت اون محصول نگاه بکنید و خیلی درگیر تکنیک های پرایسینگ اون محصول نشید. یه مثال خیلی عینی براتون میزنم. ما چند وقت پیش مرکز خریدی بودیم که خب به هر حال خیلی پروموشن جالبی داشت، یعنی که شما اینو برمیداری دومی فلان میشه، سومی تخفیف میخوره و اینها. من اصلا به اینا دقت نمیکردم. من رفتم دقیقاً اون محصولی که میخواستم رو برداشتم و اومدم بیرون و دوستان خانواده همیشه من میگن چرا بعد از این تخفیف ها استفاده نکردی؟ گفتم برای اینکه این بزرگترین اشتباهیه که افراد در خرید انجام میدن. شما در خریدتون هیچ وقت بازیچه تکنیک های تخفیف قرار نگیرید، خودتون اون محصول رو بر حسب احتیاجتون تهیه بکنید و سعی بکنید به نظر من بالاترین قیمت رو هم بدید برای محصولی که کیفیتش بالاست. اون چیزی که مهمه اون کیفیتیه که شما به دست میارید، نه اون قیمت. اینو هیچ وقت فراموش نکنید. همیشه با پرایسینگ ها فروشنده ها میتونن ذهن شما رو فریب بدن. اما میریم سر پروموتینگ. خب الان یه واژه ما یاد گرفتیم، پروموشن که میشد ارتقا. حالا پروموتینگ به چه معناست؟ پروموتینگ وقتی شما میای برندتون رو ارتقا میدید. با چه روشی؟ با روش ادورتایزینگ، میدیا، پابلیک ریلیشن. حتما این واژه رو امروز بنویسید بچه ها که فراموش نکنید، چون بعداً زیاد میبینیدش. سپانسرشپ و اندورسمنت. حتما واژه اندورسمنت هم بنویسید، از اون واژه‌هایی است که توی بحث تریدینگ و تحلیل اخبار میتونه خیلی کمکتون کنه. خب بیام حالا تک تک این واژه‌ها رو با هم دیگه تحلیل کنیم. خب طبعا تبلیغات میشه ادورتایزینگ. یه چیزی رو دقت کنید، واژه ادورتایزینگ که میشه تبلیغات ریشش از ور اومده. در زبان فرانسه ور یعنی حقیقت. حتی شما دیدید معلم‌ها وقتی جواب شما درسته یه تیک میزنن. تا بال از خودتون پرسیدید این تیک چیه؟ این تیک در واقع واژه ور در زبان فرانسه بوده، V-R-A-I که میشه صحیح. استاد مربوطه در 200 سال پیش در پاریس وقتی جواب شاگردش رو می‌خواسته بنویسه صحیح، می‌نوشته وغه 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 V R A I وغه وغه. بعد انقدر تون تون نوشته وغه وغه وغه، اگه نگاه کنید چون وی و ر، وی و ر، این دوتا رو وقتی کنار هم می‌ذارید شبیه اون تیک میشه. و الان وقتی اون تیکی که ما می‌زنیم در واقع به معنای وغه یا صحیح هستش. این واژه که الان بهتون گفتم خیلی مهمه، به چه دلیلی الان خدمتتون میگم. در زبان فرانسه این ریشه ور خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون از این ور بی نهایت ما لغت داریم. از ورژن که میشه نسخه، تا کانورژن که میشه شما مثلا به یک دین دیگه رو بیایید، تا ادورس که میشه دشمن یا برعکس، تا کانتروورشال که میشه جنجالی. یعنی اینقدر لغت از ور در زبان انگلیسی ما داریم، تا اینورت، اون عکس رو که اینورت میکنید با کامپیوتر با نرم افزار ادوبی، تا خدمتون عرض کنم که واژه هایی که اصلا شاید باورتون نشه اکثر این واژه، تا کانورسیشن. ببینید ورس یعنی حقیقت، کان یعنی با هم، کانورسیشن مکالمه یعنی با هم دیگه در مورد حقیقت صحبت کنیم. دقت کردید؟ پس ریشه همه اینا از ور میاد. من سالها پیش، سال 1380 شمسی بود، میشه 21 سال پیش اگه اشتباه نکنم، در یکی از ارگانها تدریس میکردم، فکر میکنم آب منطقی بهش میگن، استانهای مختلف ایران این ارگان رو داره، اونجاش هم تدریس میکردم، اکثرشون مدیران اینا بودن. بعد بهشون گفتم ببینید ور میشه حقیقت، آنه به زبان فرانسوی میشه سال. برای همین شما وقتی مثلا در انگلیسی میگید annual، سالانه، این از فرانسه اومده. آنه میشه سال، ورم که میشه حقیقت. برای همین anniversary
میشه در واقع چیزی که هر سال حقیقتش مشخص میشه. برای همین سالگرد به انگلیسی میشه anniversary. مثلا سالگرد ازدواجتون که when is your wedding anniversary؟ که یکی از این مدیران برگشت گفت استاد پس دیگه نباید از این به بعد بگیم anniversary، بعد از این به بعد به سالگرد ازدواج بگیم anniversary. و خب دیگه خودتون این جوک رو، این لطیفه رو میتونید تصور کنید. sorry یعنی عذرخواهی کردم. برای همین anniversary میشه سالگرد. چرا؟ چون آن میشه سال و ورس میشه در واقع حقیقت. حالا وقتی میگید advertising به معنای تبلیغات هست، یعنی شما به حقیقت اد میکنید، یه چیزی رو اضافه میکنید. چون به حقیقت چیزی رو اضافه میکنید میشه advertising یا تبلیغات. میدیا به معنای رسانه هستش. اما فراموش نکنید روابط عمومی در انگلیسی میشه public relation. برای همین شما وقتی میگید فلانی روابط عمومی فلان ارگانه، میگید he is یا she is the PR of that corporate organization. PR که اینقدر زیاد میشنوید، PR اونجا، PR اینجا، PR، این public relation یا روابط عمومی هستش. sponsorship به معنای حمایت مالی و endorsement. خوب دقت کنید، وقتی یک کاندیدایی میاد و از شما میخواد که در واقع به اون حالا مثلا قول بدید یا مثلا با اون همیاری کنید، به این میگن endorsement. مثلا آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوریش تونست endorsement های یک سری از قولهای تجاری آمریکا رو در وال استریت به دست بیاره و برای همینم آقای گایتنر رو اومد و وزیر دارایی خودش کرد و در اولین حرکتش آقای گایتنر رو فرستاد به چین و کشورهای دیگه برای مذاکرات مالی. چرا؟ چون آقای اوباما به ظاهر اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا و مسائل مدنی و اینها بود، در پشت پرده ایشون و حزب دموکرات تونسته بود اندورسمنت های ارزشمندی رو با وال استریت بروکرها به دست بیاره. در واقع اون بروکرهای وال استریت بودند که با حمایتشون فردی مثل اوباما رو آوردن در صحنه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما بعد از پروموتینگ میریم سر پلیسمنت به معنای ریتیل، هولسیل، نتورکینگ، لوجیستیکس، کاورج و دیستریبیوشن. خوب دقت کنید. مطمئنم خیلیاتون از ابتدای این درس رو که شروع کردیم میدونم اکثرتون درگیر این قسمت ریتیل و هولسیل و نتورکینگ و لوجیستیکس بودین، چون به هر حال واژه ریتیل رو اکثرا میبینید توی بحث‌های ترید و اخبار اقتصادی و براتون عجیبه که این لغت، خب تیل که میشه دم، ریتیل یعنی چی؟ نه نها کنید، من یه محصولی رو تولید میکنم، اون محصول رو اگر بخوام انبوه فروشی بکنم اون میشه هولسیل. حالا اون محصول میاد دست فروشنده خرد، این میشه ریتیلینگ. حالا اون محصول رو از طریق شبکه و در واقع مولتی لول ارائه میکنم اون میشه نتورکینگ. و کل این کار رو میگن لوجیستیکس، یعنی اون واقعیات روزمینی که برای کاورج یعنی پوشش دیستریبیوشن در واقع پخش محصولات خودم میتونم داشته باشم. من از اتاق فرمان میخوام چند دقیقه وقت داریم؟ خب پس من یه داره دیگه تکرار میکنم. محصولی که به شکل هولسیل تولید میشه، شما اون رو برای خرده فروش تحویل ریتیلرها میدید، یه ای آر هم میتونید بهش اضافه کنید. For example, they are our retailers. اونا دوم ما هستند، خیلی واژه زشتیه. نه، اونا فروشنده خرد ما هستند. به این ما میگیم ریتیلر. They are our, for example, franchise retailer or official retailers. و بعد این محصول اگر به شکل نتورک بخواد به مشتریان ارائه بشه، نتورکینگ، و این زمینه کارهایی که شما روی زمین انجام میدی، کامیونی که میگیری، ارسال محصول، لوجیستیکس، اون شعاعی که محصول شما در اون شعاع داره عرضه میشه کاورج، پس پوشش اینجا میشه کاورج. ببینید کاور میشه پوشوندن، حالا کاورج میشه پوشش، و بعد دیستریبیوشن هم که میشه پخش. پخش محصول رو ما در انگلیسی میگیم product distribution. و در آخر people هستش، حالا attitude, management, customer services, employees and most importantly
reputation or what we call rep. خوب دقت کنید. ببینید اون چیزی که باعث شد یه شرکتی مثل نایک اینقدر موفق بشه attitudeش بود. برای اولین بار یک محصولی در زمینه وسایل ورزشی اومد با یک نگاه بسیار اوریجینال و بسیار متفاوت، نسل نوعی. و همین، من چون دقیقا اون زمان دبیرستان بودم و یادمه که شرکت نایک چقدر روی اتیتودش کار کرد. اتیتود میشه بچه اون رفتار. مثلا شما رفتار یک نوجوان رو دوست ندارید، میگید I don't like your attitude، یعنی اینجوری که رفتار میکنی خوشم نمیاد. خب پس اتیتود میشه اون رفتار شما، منش شما. محصول شما یک اتیتود داره، شاید باور نکنید، ولی محصولاتی که شما دارید میبینید، مثلا خیلی قیاس خیلی ساده بخوام بکنم بین آدیداس و نایک، میبینید که آدیداس اون اتیتود رو نداره در حالی که نایک داره. یا یه مثال دیگه بزنم، اپل و آی بی ام. آی بی ام میبینید اتیتود نداره، ولی اپل فوق العاده اتیتود داره. محصولش با آدم حرف میزنه، انگار حرفای نگفته داره، انگار یک چیزی است فراتر از یه محصول، یک نگرشه. پس این اتیتود برای محصولتون میتونه خیلی کمک بکنه. از اون مهمتر منیجمنت و مدیریت شما هست در اینکه این محصول رو چجوری تولید میکنید و ارائه میکنید. از اون مهمتر کاستمر سرویسز هست، یعنی خدمات مشتریان، چجوری پاسخگوی مشتریانتون هستید. از اون مهمتر ایمپلویز، کارمندان. و از همه مهمتر رپیوتیشن شما هست. یکی از مهمترین واژه‌ای که دوست دارم امروز روش خیلی کار بکنید واژه رپ هست، یا همون رپیوتیشن، که دقیقاً میشه وجهه. هم تو بحث سیاست، هم تو بحث اقتصاد، هم تو بحث مارکتینگ، هم تو بحث محصولات خیلی مهمه. یک محصول رپیوتیشنش رو به سختی به دست میاره، ولی به راحتی از دست میده. خودتون به هر حال دیدید در سالیان مختلف محصولاتی که سالها طول کشید به یک وجهه خوبی برسن، ولی با یک اسکندل، با یک رسوایی مالی به راحتی اون رپیوتیشن از دست رفته. شاید میشه گفت مهمترین چیز برای اینکه بخواد یک SME موفق باشه رپیوتیشنش هست، و اون در واقع میتونه تضمین کننده موفقیت اون محصول باشه. پس با هم مرور میکنیم. امروز ما بررسی کردیم 5 پی کامرس رو. What are the 5 P's of commerce؟ چطور ما میتونیم موفق باشیم در ارائه محصول خودمون؟ Product, Pricing, Promoting, Placement and People. I wish with that we can understand how important SMEs are for the overall economy of the country. از اینکه با من همراه بودید در برنامه امروز آموزش انگلیسی به زبان اقتصاد، language analysis، تحلیل زبان، از شما بسیار ممنون هستم. فراموش نکنید که شما میتونید برنامه‌های بسیار آموزنده کافه ترید رو در پلتفرم یوتیوب، تلگرام به راحتی به صورت زنده ببینید و بعداً ضبط شدهش رو ببینید بارها و مطالعه بکنید. از اینکه با ما در کافه ترید هستید از شما بسیار ممنون هستم. هیچ جا نرید، با ما همراه باشید تا دقایق دیگه با علیرضا عزیزم، با فاطمه عزیزم، با علی عزیز و رادین عزیز، با برنامه جذاب لایف ترید با شما هستیم. تا دیداری دیگر، بدرود.